روسری رنگ ساله. شما رنگ رو نگاه کنید، چقدر قشنگه. رنگ ساله، خیلی باشگله. قرمز هم داریم، اونم میدیم. این دوستتون هم میخواد از اینا کم بیاریم. روسری رنگ سال، آبی قرمز از همه رنگ. روسری برس کرده آجا، برس. این هم هستا، خیلی قشنگی. نگاه کن جنسشو ببین، شما جنسشو دست بزنی متوجه میشین. همینو تو مغازه به شما کمتر از 25 تومن نمیدن. برو مغازه. کی؟ چون محسن رو نمیتونم حرف بزنم. تا کی میخوای اینجوری سرخیه اونا وسط کنی بیچاره؟ میخوای تا آخر عمرت واسه دوتا روسری فروختن اینجوری سگدو بزنی؟ برو دنبال یه کار درست حسابی. باشه، درست حسابی کاریه که تو میکن نیست؟ کاری که بتونی یه ساله بابا ننه تو صابخونه کنی، خودت هم موتور تو بفروشی یا همچین رخشی بخری، کار نیست؟ داو جون تو تا حالا چند دفعه همی دارو نداره تو گرفتن بردن؟ چند دفعه؟ یه کلام بگو میترسی؟ بحث ترس نیست. پس بحث چیه پسرم؟ و از پول بدت میاد؟ دیوونه تو با دستفروشی نمیتونی کاری واسه جایزیه خواهرت کنی؟ نه واسه مادرت که اگه 4 روز دیگه زمین گیر شد؟ چیه؟ حالا بماند اون ابراهیم میتونم مجبور میشه درس و مشق و ول کنم مثل خودت وایسه سر خیابونا بگه حراج حراج حراج. این کارا کار من نیست. کار من نیست. چهار تا آدم بیار و خاصیت میخوان خوش بگذرونن، من و تو رو سننن. داوود تو فقط پسرمون نیستی، جای داداش کوچیکمی. من بهت قول میدم شروع کنی و یخت باز شه میگه آخ من زودتر شروع نکردم. ببین اینا فکر کنم دیگه دارن کم کم میرن، من هم برم سراغ موتور. داوود رو حساب کنم. سی خورده فکرام بکنم خبرت میکنم دیگه، بهت زنگ نمیزنم. آ فلاکت همیشه نزدیک بود، بازم همه دیار رو ندارم بابا. ای بابا باز خوبه این بار شانس آوردی. آره خیلی خوب. بابا هنوز از درمونگا نیومده؟ نه ولی دیگه باید پیداش بشه. سلام خیلی شان خوبه باچه. ببین راستی خبری نشد؟ به جون تو همون موقع که زنگ زدم گفت همه دستم نرسیده، کلی از خجالت آب شدم. خودتو که میدونستی لباس عروسی دختر دکتر مهراده واسه چی به من نگفتی منم به دخترم وعده وعید علکی ندم؟ خب آخه دکتر ناینی که نمیتونه زنگ بزنه به این دختر دکتر مهراد بگه لباس عروسو پس بده، قولشو به یکی دیگه دادم. وضعی شده تو حالا به دخترت هیچی نگو، شاید خودش فرسته. چه میدونم بالا، زندگیمون به همین شاید ها گذشت.
ضربه سر به ثمر میرسه. کافی فریه را کنار خط ماشادو را پیشه چی شد؟ برای کافی استانسه به بیرون هیچی به ضربه شماره نو خلط یعنی لباس عروس پری؟ ماما خانم میگن روش نمیشه حرفشو بندازه. روش شدن نداره که وقتی که حرف زده باید پای حرفش هم وایسه. وام اگه طلب بابامونو میخواین بلم کن نسرینا، تو هم عین مامان خوشباوری. آدم گوشی رو ور میداره رو کراس یک کلمه میگه ماه دیگه عروسی دخترمه، بدون لباس عروس هم که نمیشه. میخوام تکلیفم معلوم بشه. نه اینکه تو خیلی رو داری، شماره هم کجا بود بهش زنگ بزنم؟ میگم دکتر نایینی پاشوده رفته سفر این ور اون ور. خب اون پدر زنش که میگفتی چی؟ یا اون دکتر پرستارای دیگه؟ بالاخره یک کدومشون شمارهشو دارن که. هرچی من میگم تو یه چیز دیگه بگو بابا. لباس دسته یک کس دیگه است، اصلا نفرستده واسه اینا که اینا بفرستن واسه ما. حالا تو هی بگو. من که اگه جای اون رسول بودم بهترین لباس عروس رو واسه زنم میگرفت. آه لابد با یه قرون دوزار دست فروشی دم خیابونا. ببخشید منظوری نداشت. ببخشید دیگه یه چیزی گفتم حال تو بگیرم. من خاطر خودت میگم دیوونه ساده ای. طرف خواسته جلوی این پرستار مرستار قوپی بیاد، گفته لباسو بخشیدم. وقت تو نشیستی اینجا واسه خودت داری خیال بافی میکن. فقط بلدی تو دل آدم خالی کن. چه جور درس خوندنیه؟ یه خط می نویسی نیم ساعت تلویزیون رو تماشا میکنی. خاموشش کن. در میانه زمین آفتاق هم اعلام نشده. از تالش رو بردن این یه دور بزنید. حالا من رو را بزنید. این دخترونه هست، این دخترونه هست. خیلی قشنگه. خدا اینو کار دست به خیلی شیکه. چطورین شما؟ سلام. چه عجب دیدیم شما رو. نبود این چند وقت. امروزم محض تفریح اومدم، بلکم دلم باشه. این آشنایی ندارم، اسمش داووده. به از خیلی هست. با هم دل تو دلیم، خاطرشو خیلی میخوام. سلام آقا داوود. سلام. مثل اینکه خجالتیه. همین آوردم از خجالت درش بیارم. شما دوتون خواستین ها؟ قلاف کن. اوضاع احوال چطوره؟ خوبه، فقط این روزه یکم ریخت و پاشم و زیاده. کاش یه چهار تا بذاری روش. دیپاکسی دیپاکسی مجالس برای ها. داوود داداش چهار تا بیار برو دیگه. خبر؟ هیچی. زود باش دیگه. اوه 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 تورینی تورینی اینا رو بگیر دلت باز چه. منم کار این دوتو بنده خدا رو را بندازم بیام.
نفره بخونه این بچه ها رو بردی بیا خونه عموشون غریبه که نیست به خدا من میبینم ایشون دلم باز میشه اخ کنم چشم به خدا حتما خدا سایت کم نکنم زنده باشی اصلا هم نمیخواد نگران این خنزل پنزل رو گاز و ماز اینا باشی اصلا گازش پای من به محسن گفتم سر را یه خوبیشو بگیری برداری بیاد از این در شیشی یا که باز میشه مرغو میذاری بریون در میاد دست پخت شما هم که حرف نداره دست شما درد نکنه لطف کنی ممنون بقیه هم ایشالله درست میشه توکل به خدا گفتی این شاداما چی کار هست؟ والا در مغازه پیش باباش کار میکنه مغازه دار باشه همین که نسیم جون دسته گل رو بهش دادیم باید کلاشو بندازه هفت آسمون بالا خیلی ممنون نسیم جون اصلا با این شاداماد رفتی دنبال وام و این چیزا؟ والا اونم آخه دیگه گیر و گرفتاری های خودشو داره چی؟ من خورد خورد دارم جنس میخرم همجوری میذارم گوشه خونه دیگه بالاخره چرا خورد خورد؟ اگه زامنی چیزی میخوام من چی کار؟ سلام امو سلام سلام آقا داوود گل بخیر شما بطالم بودم نه؟ نه بابا جوون امروز طول میکشید تا بدونن دورو برشون چی میگذره یکی جوی محسن خودمون اگه از روز اول رفته بود دنبال یه کار کاسبی درست حسابی اوضاع احوالش این نبود که راستی ببینم داوود جون رفتی شرکت محسن یا نه؟ ای داوود میخوای با آقا محسن کار کنی؟ ای مگه نگفته بودی؟ خدا الهی خیرتون بده الهی که هرچی میخواین خدا بهتون بده به خدا هر روز دلشوره دارم این بچه میره گوشه خیابون بساتشو پهن میکنه زنده داشت کار عیب نیست اما این بخچه به دوشی آخر عاقبت نداره بهت بگم ها اگه از جوونی بری دنبال یه کار نون و آبدار عاقبت به خیر میشی ها حالا هی ما هم میگیم به خدا سایه بزرگتر باید بالا سر باشه دیگه با عزتون من رفتم سری به ما بزن زنده دار سلام برسونی حالا میمونین یه همون چه حجمه نه برم بچه هم منتظم هوای مامانت داشته بود چشم سلام برسون سلام زنده باش خدا داوود به خدا ازت نمیگذرم این بسا تو بخچه کشی تو جمع نکنی حالا شرکتشون شرکت چی هست بری تو الله بعدم بهتون میگم بیرم کجا؟ مگه نمیای خودت؟ با من تنها برم چی بگم خب؟ باش باش خدا حافظ خوب چشاتو وا کن این طرفو که یه سیدی میذاری این طرفشم یه دونه از اینا رو اینجوری می‌ذاری. فهمیدی؟ خب حالا چهار رو بلدی یا نه؟ آره بلدم. شاد کوچه بازاری یادت نره. چی بود؟ شاد کوچه بازاری. آها. این کلاه قرمزم می‌ذاری سرت تا بشناسنت. گفتی پسرموشی؟ آره خیلی خوب خیلی خوب برو برو ده برو دیگه فقط یادت باشه جنسا رو ازت نزنن که اگه بزنن پسرموت بد جور بدهکار میشه برو خودش چه توپی بود پسرموشم واسه ما تیکه گرفته ایرانی خارجی شاد سیدی سیدی ایرانی خارجی سیدی سیدی ایرانی خارجی شاد سیدی سیدی بدم سیدی سیدی پسرم چیا داری؟ چی میخوای؟ شاد ایرانی هر چی میخوای لئونارد کوهن داری؟ چی؟ لئونارد کوهن آقا سیدی بدم سیدی ایرانی سیدی سیدی بدم بدم سیدی ایرانی خارجی شاد شاد کوچه بازاری داری؟
گیرمون نندازی. جنسش آشغالی نباشه. آشغال آشغاله دیگه. مگه برات فرقی هم میکنه؟ بس خودم زدی یا؟ قربت کار. ایرانی خارجی شاد. سیدی. آقا سیدی بدم. بالاخره باید چیزی پوف کنم یا نه؟ مشتری داره زنگ میزنه سراغ تو میگیره. گذاشتی رفتی پیش شیکمت؟ ببین ما پسرمو بازی نداریم ما. اون جنسا امروز همشون آب نشن برمیگردی همون جایی که بودی. شاد کوچه بازاری چی میخواستم؟ جون، عجب جنسیه. آه، باستم بیرم جون محسن نیستم من، همش که کسافتکاری آشغال بازیه. حالا اون هیچی، یه یاروی هم به من زنگ میزنه، من نمیدونم کی هستی. انگار طلب باباشو از من میخواد. هی زنگ میزنه میگه پسرمون بازی نداریم از این چرت و پرتا. آقا شاده کوچه بازاری داری؟ محسن مدام زنگ میزنه. داری؟ تو چند سالته؟ بله میشه لطف کنی دیرمون شد. شادش که پیش پای شما تموم شد. اینه مهمون من باشید. این که چیزی توشیست، مسخره کردی؟ داوود دست درد نکنه، رنگاش خیلی قشنگه. مادر جان چه کاری که واسه یه روزش انقدر پول میدم؟ از این لباسه چی شد؟ چی بابا، اصلا شاید نشد. قشنگ معلومه دکتر آب پاکی ریخته رو دستشا. آره ماما. وا تو چرا از خودت حرف در میاری؟ نسرین فقط دو ماه عروسی تو بنداز عقب. آقا داوود یه لباس عروس برات میگیره، همه حاج و باش توش بمونه. قربونت برم داداش. آره جون خودت. اونو بده به من. ابراهیم اونو بده به من. لیلی لای 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 لیلی لای 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 کنی بده. لباس عروس رسید. تو رو خدا. بالاخره خودم آره. نباش ساز خودش بیاد. بازش خیلی خوشگله. خوشگله.
الو، تو کجا در رفتی صبح تا لحظه زنگ میزنم جواب نمیدی؟ محسن، من دیگه نمیرم اونجا. بابا بی خیال، یه مامور از 100 متری دیدی جا زدی؟ من بچه نیستم که این همه جنس پیش منه. اگه بگیرنم هم خودم بدبخت میشم هم خانوادم. باشه، یه کار ساده تر برای جور میکنم. به فکر دستم. حل دیگه؟ چیو حله؟ یه من الان تلفنی چی بگم به تو؟ دیدمت حرف میزنیم دیگه. خداحافظ. خدا رو شد دیگه کم کم وسایل نسرین هم داره جور میشه دیگه. آره، حالا کلی وسیله دیگه میخواد که خودم کم کم برش شدید میکنم. الهی قربونت بشم مادر، فکر نکنی حواستم نیستا، روم سیاست پیش بچه ها مادر. بیخیال ماما، بیکار که نمیشه نشست و نه بیکار که نه، منظورم اینه که دیگه تو هم باید کم کم بری دنبال سربازی دیگه مادر. ماما نمیخوام برم سربازی، اصلا برای چی باید برم؟ ماما نسرین داره گریه میکنه. چرا؟ باز واسه چی؟ میگه هم لباسش تنگه هم بلنده. ولی اصلا فکر نمیکنم اینقدر ترسو باشی ها. معلوم نیست این پلیسا از قصد بروم نیاورده باشن از امروز برام بپا نذاشته باشن. گنده شکن بابا، اگه بپا گذاشته بودن که تا حالا دخل منم آورده بودن. دیشب تا حالا خواب نما شدی ها؟ نه جون محسن، ولی من دیگه ولی چی؟ خواهر دیگه لباس عروسی آنچنانی گیرش اومده و جناب عالی خیالت راحت شده، اینو بگو. تو از کجا میدونی؟ چی بابا، تلفن برداشته به سمانه و مامانم و همه فک فامیل خبر داد. بحث این حرفا نیست، ولی جون محسن بیا بیخیال من و سیدی فروشی این بساطاشو. شیفت شب میری؟ راست کار خودته، فقط هم بالا شهر خطرمتر هم نداره دیگه. چی میخوای بدبخت؟ بزن.
هدوک خوساز اصلا هدوک خوساز ما زمانه کچی ما مات کسته ها این خبره یا سیدن آبیدی جانشوی ها هیما زمانه چونه ما بانتم نه هیما استه هچا خودونم چم کارو هدوک خوسم میبخشیم هایش میکرم فکر میکردم که اینج باید یه لباس معمولی باشه ولی این اصلا کار من نیست آقا آلبرت شما فقط به ما بگین که میشه گشاد ترش کرد یا نه اگه به اهلش بدی شاید بتونی یک کمی شاید هم نتونی چی بگم والا اهلش یعنی کجا یعنی مزون عروسی چایی اونم نه همه جا خیاط موند بالا میخواد نه مثل راستی فری بخانم این از کجا بود راستش هدیه است نسرین خانم من منظوری ندارم ولی حیف این دست بخوره شما خیلی قیمتشو میدونین آره این کلی باید پولش باشه ولی کسی که به ما دادینو 4-5 میلیون براش پولی نیست 4-5 میلیون چیه فریبا خانم نمیخوام حرف بی ربطی بزنم ولی همین سنگکاری هایی که رو شده بالای 20 میلیون میارزه 20 میلیون تومن؟ بله بله همراهتون با ما هستم کجایی تو؟ بهت میگم کاغذ خرید که داره حالا واسه فروش نایمدی حالا شما چقدی میگی براش؟ خیلی بیارزه 30-35 تومن خوبه بیشتر از اون میگه خوب که نه نه داداش من یکی دو جا هم بردم اینو بعد تا 40 تومن هم بهم گفتن قیمت دارم من جمع کنیم بریم باشه آخرش همون 40 تومن ولی بالاتر نمیرم و گفته باشم باشه قبول نه بریم نسرین یه دقیقه بلش یه دقیقه بلش کن نسرین با تامیر هست گوش کن نسرین به ارواخا که بابا نمیخوام بفروشمش فقط میخوام قیمت اصلیشو در بیارم همین الان میخواد چیکار کنی مادر جان؟ قیمتش بالاتر از این حرفاست. شما یه لحظه به من اجازه بده. الو. آقا شکوهی سلام. مخلصم. شناختی؟ داوودم دیگه. داوود روسری فروش. قربون تو. آقا یه سوال. میدونم راسته تولیدت نیستا. فقط میخواستم بدونم که تو حافظت یه مزون لباس عروس آشنا داری یا نه؟ موسیقی
علیک، چطوری؟ مخلصی. چجوری باز میشه؟ چطوره؟ دست در نکن. سلامتی شد. علیکم السلام. الان میام آقا جمعه. خجالت بابا، چیز ناقابلیه. چه حرفیه؟ به خدا راضی به زحمت شما بابا نبود. برو خدا اینجوری نگین زنم، ما باید بیشتر از اینا کمک کنی. مبارک باشه. ناجور شرمنده کردی یا دشمنت شرمنده باشه. چطوری مهندس؟ با اجازه دارم. حالا تشریف داشته باشین یه چایی میبین. نه تعارف نمی‌کنم، مرسی. بعد که اینجوری ان شاءالله خوشبخت شین، پای هم پیر شین. ان شاءالله برش. با اجازه. میمونی دیگه تو که بیاد اونجا کارت دارم. خداحافظت. به این دست نزنی منو برمیگردم باشه؟ باشه مامان جان. چه رنگی؟ چه رنگی؟ خب از کجا میشه؟ خب این قضیه، این لباسه چی هر روز در میون داره قیمتش میره بالاتر؟ نه بابا، خیالات دخترون است. کاغذ خرید نداره، هر جا میبرن فکر میکنن دزدیه. خیلی بشه همون 40 تومانی که میشه خرج جهیزیه‌ش و این چیزا دیگه. راستش فکری شدم یه وقتی خر نشی رو این پول باد آورده حساب بکنی. رو حساب شل کن صفر کنه این دو روزت میگم. نه من که هستم سر کارم. خوبه. داوود یه وقت خواستی کارو کاسبی را بندازی بنداز تو کار خودمون. سرمایه گذاری رو شیشه نیست، رو الماس لامصب. یه وقت این نشی بری دنبال رو سری مسری فروشی ها. چی داری میگی؟ اون که اصلا تکلیفش معلومه. باید فکر عاقبت خودت و زنمو ابراهیم باشی. خداحافظ. خداحافظ. آقا جمال بریم؟ از عمو هم تشکر کن. دمت گرم. او ماجرا این لباسه چیه؟ کدوم ماجرا؟ که تنه هیچکی نرفته که. نه مادر. خودشون بهم گفتن. میگن تنه هیچکی نرفت. مال نامزد دکتر ناینیه، بعدم عروسیشون به هم خورد. منم بعدم فهمیدم. داوود بیشتر از 45 میلیون میارزه نه؟ انقدری بهت بگم که با پولش میتونی هر چیزی که واسش خریدی بریزی رو یه جهیزیه درست حسابی براش شروع کنی. کم کم 100 میلیون تومان پولشه. فقط این میذارن تو سر مال دیگه، میگن این کاغذ خرید نداره. مامان اگه بتونی براش کاغذ خرید جور کنی دیگه. چی؟ برم چی بگم به اونا؟ همین نسرین هم از وقتی فهمیده جای لباس الماس بهش دادن چسبیده به جونش. دختری خود اصلا براش مهم نیست لباس تنگه براش. نسرین با من اون داغه یه چیزی داره میگه واسه خودش. چی میگید شما راجع من حرف میزنیم؟ نه مادر جان، داریم درد و دل مادر رو پسری میکن. الو بذاشتی؟ سلام آقا رضا. آره مخلصی. خوبی شما؟ جان؟ پارسال دوست، امسال آشنا آقا رضا. به جون محسن امشب نمیتونم بیام. آخه الان باید بگی من چی بگم به خونه؟ محسن از دست تو چی کار کنم؟ اسمت چی بود؟ به اسمم چی کار داری؟ چشم از موبایلت بر نمیداری. الان 4 تا آدرس برات میفرستم با شماره تلفن. 4 تا؟ بس بقیه شی؟ بقیه شم خودم به موقعش بهت خبر میدم. کم آوردی بازم بیا ببر. کارت هم که تموم شد اول صندوقو میاری اینجا بعد میری خونه.
شد. پیزا سبزیجات سفارش داده بودی؟ پیتزایی هم سفارشتون آوردم. پیتزایی اون نفعتون که همچین تعریفی نداشت. بازم که تویی بدش من. برو بگو ولیت بیاد. وایسا ببینم. همین که گفتم. اصلا این پدر مادرت کجان ها؟ بچه تو هنوز دهنت بوی شیر میده میفهمی؟ پس اون دفعه هم داشتی بهم ندادی. تو میدونی چقدر در به درم کردی؟ اصلا به تو چه مربوط؟ میدی یه زن بزن مربوط پدرتو در بیاره. حیف که حیف چی؟ حالا اومدی پایین یه چیز شیرین بخور. کوپونای مرخصی تموم شده اگه باز مرخصی میخوای. نه خانم، یه عرض خصوصی داشتم راجع به همین لباسه. تموم نشدی ماجرا؟ مینا خانم حمیدی، تو رو خدا این مشکلی که فقط خودتون میتونی درستش کنی. حقیقتش لباسه رو بردم خونه واسه دخترم تنگه، چند جا هم بردم گفتن حیفه بهش دست بزنی. میخوایم اگه بشه بفروشیمش. خب الان ربطش به من چیه؟ من باید بخرمش؟ ای بابا خب اگه کاغذ خریدش باشه از همون خوب میخرن دیگه. یعنی تو الان انتظار داری من گوشه تلفنو بردارم زنگ بزنم به دکتر ناینی بگم ببخشید آقای دکتر ناینی میشه کاغذ خرید لباس عروس نامزدتون رو بدین آژانسی بیاره دم درمونگاه؟ روم سیاه به خدا پسرم گفت اگه کاغذ خریدشو بتونیم یه جوری. پسرت یه چیزی میگه فریبا، دندون اسب پیشکشی رو که نمیشورن. واسه اینکه این حرفا رو نشنوم و از این کوچیک‌تر نشم گفتم به آزیتا و بقیه نگم، اومدم پیش خودتون. چرا فکر کردی این کاریه که فقط از من برمیاد؟ خب شما از همه ما به دکتر ناینی نزدیکتری، یعنی نزدیکتر بودین، بالاخره باهاشون راحت‌تر هستین دیگه. کی گفته من از همه به دکتر ناینی نزدیکترم؟ نه عزیز من، شما همین حرفا رو برو به اون آزیتا اینا بگو کارتو واسط را میندازم. منظور اونجوری نداشتم خانم احتشام. من یه بار به شما گفتم اصلا دلم نمیخواد توی این موضوع دخالت کنم.
الان بازم دارم میگم اصلا دوست ندارم تو هیچ ماجرای مربوط به عقد و عروسی و هیچ کوفت و زهرماری دخالت کنم. واسه چی آخه؟ آخش به خودم مربوطه. شما کار دیگه ای نداری؟ Thank you.